عجب با قضیه دنیای موازی آشنایی. میدونی که هزاران بعد وجود داره و هزاران احتمال و هیچ کدوممون هیچ چیزی ازشون نمیدونیم و این هم یکی از اون احتمالاته. آزموس یه دیوونه یه روانند، دانشمندی که سلاحی به نام کار نیگریس رو آماده میکنه، سلاحی برای نسکشی کل موجودات روی کیهان. صدای تیر همه جا رو فرا گرفته بود، انگار چند نفر به زور میخواستن وارد بشن. اونا در منفجر کردن. پلیس های کهکشانی دنبال کار نیدریکس و آزموس بودن، اما آزموس چون از اومدن اونا خبر داشت، کار نیدریکس رو چند ثانیه قبل از اینکه اونا برسن به فضا پرتاب کرده بود. بغل دست آزموس یه نامه پیدا شد که میگفت اگه نتونم برای کائنات درد ایجاد کنم، مطمئنم یه نفر دیگه این کارو میکنه. و همون موقع است که کار نیدریکس قربانی خودشو پیدا میکنه. کار نیدریکس به زمین میاد و بن جوان اون رو پیدا میکنه. کار نیدریکس آماده یه پرش روی دست قربانی شه. بن جوان فریاد میزنه و میگه کمک کنید، لطفا کمک کنید. دخترموش صداشو میشنوه و به اون محدوده میره. اما کار از کار گذشته بود و کار نیدریکس داشت بنتن رو آتیش میزد و یا داشت اون رو به موجودی عجیب و غریب تبدیل میکرد که آتش از سر و روش میبارید. گوئن با دیدن اون زن بسیار وحشت کرده بود که پسر عموش به یک هیولای بیشاخ و دم تبدیل شده بود. هیولا سر گوئن رو توی دستاش گرفته بود و میخواست اون رو بکشه. گوئن داد میزد نه نه. اون سر گوئن رو له کرد. اون حتی به مکس انیسون هم حمله کرد، ولی با ظاهر دیگه، و اون رو هم کشت. اما اون بیخیال نمیشد و با ظاهرهای مختلف به مردم حمله میکرد و اونها رو هم سلاخی میکرد. طولی نکشید که توجه پلیس رو هم به خودش جلب کرد. اما کار نیدریکس دست بردار نبود و بن رو به موجودی عجیب و غریب تبدیل کرد، موجودی قدرتمند که میتونست کل دنیا رو نابود کنه. درسته، موجود ایکس. اون از قدرت خارق العاده‌اش استفاده کرد و تمامی کهکشان‌ها رو یک جا جمع کرد و اونها رو نابود کرد و تنها موجود زنده‌ای که باقی مانده بود خود موجود بود. کار نیدریکس مأموریت خودش رو انجام داده بود و تمام محیط‌های زنده رو نابود کرده بود. و همین، اینم از این تئوری. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب تو نره و تا ویدیو دیگه کانال انیمیشن فکت. گود بای.